کلود مونیکه شما عضو سابق سرویس اطلاعاتی فرانسه و رئیس انستیتو ESISC در بروکسل <سؤال> هستید با مرگ محمد من راه بسیاری از سالها به ویژه رشته های ارتباطی او با القاعده بی جواب مانده است به اعتقاد شما آیا من راه زیر دستورات جنبش جهاد اسلامی عمل می کرد؟ مواردی است که او را به جنبش جهانی جهاد مرتبط می کند این جوان با درآمد ماهیانه 400 یورو قادر بود دو اتومبیل در ماه کرایه کند مقادیر معتنابهی اسلحه و موادی بخرد که با آن مواد مفجره بسازد و در این حال هزینه زندگیش را هم تأمین کند بنابراین این سوال مطرح است که او این وجوه را از کجا می آورده است اینکه آیا او عضو سازمانی بوده یا نه تردید دارم فکر می کنم عنصری بوده که به طور آزاد خود را به القاعده متصل کرده بوده که به او به اصطلاح گرگ تنها را میداد

که ته و بنابراین این به طلاح گرگ تنها جایگزیین تروریسم سازمانی افته شدند؟ جایگزین نشدهند اضافه شدهاند در واقع امروز وقتی درباره القاائده صحبت می کنید به سه خطر اشاره دارید. حملات عظیم مشابه حمله ای سپتامبر که باید از طرف افرادی سازماندهی شود که از توانایی مغزی مالی و زمانی کافی بهرهمند و این به منیه مرگ و قلب القاعده است دومین نوع شاخه های آن در شمال آفریقا یمن عربستان سعودی و سومالی است که در آن به منازل یا مراکز خارجیان حمله می شود نمونه آن را چند سال پیش در مادرید در اعتراض به حضور اسپانیا در عراق دیدیم سومین نوع تروریسم داخلی است که تروریست ها در کشور خارجی متولد می شوند و در آن اسکان دارند که ما آنها را گورکای تنها می خوانیم ل... ل... این جوانانی که در افغانستان و پاکستان آموزش می بینند چگونه به اروپا راه پیدا می کنند و آیا از گستردگی این شبکه و اینکه کدام کشورها بیشتر در خطرند اطلاع دارید؟ مشکل می توان گفت در فرانسه احتمالاً چند ده نفر و در اروپا چند صد نفر یا گرک های تنها هستند یا به واحد های تروریستی ملحق شدند. محمد سلول تروریستفسیو و از طریق وبسایت ها به رادیکالیسم آورد این سایت ها شناخته شده و قابل کنترل هستند آیا فرانسه در نظارت بر آنها قصور کرده است این ها منظما رایای و از اینترنت برداشته می شوند بعضی وقتها همه روزه و حداقل هر ماه اما این سایت ها آدرس هایشان را عوض می کنند و فعالیت هایشان را در پس دیگر حرکات پنهان می کنند رادییایشان بسیار دشوار است با توجه به انگیزه های ایدئولوژیک محمد میراه و اندرس برویک چه تفاوت هایی میان این دو میبینید؟ نقطه اشتراک میان این دو این است که هر دو دچار جنون بودند تفاوت میان آنها ایدئولوژیشان و خطرات مستطر در آن است بریویک به جنبش نازی نو متعلق بود که در اروپا اندک نادر و غیر فعال است متاسفانه اما اسلام افراطی گسترده تر و خطرات ناشی از آن به مراتب بیشتر است